سیاست های ترکیه نه در خاورمیانه، نه در منطقه، نه به امریکا خوش میاد، نه به غرب خوش میاد، نه به کشورهای عربی به غیر از کشور عربستان. و همه میدونند که یک نیروی دیگه، یک رقیب دیگه را در شهره ترکیه به وایه رساندن و بزرگ کردن به نفع هیچ کشوری نیست. آقای اردوغان سیاست های غیر منطقی و اصلا خیلی هم ناپخته خود توانست در یک مدت کوتاه با تمام همسایگان خود روابط خودش رو خیلی بد بکنه، اصلا میشه گفت که از دوستان خودش را به دشمنان کشور مبدل کرد و از همه مهم یکی از کشورهای خیلی مهم برای اقتصاد ترکیه روسیه را از دست داد. به هیچ وجه به منطق جور نمیاد که چجوری مگر میشود که آقای اردوغان اجازه بده که یک ابتکار علیه روسیه در این سطح نشان بده، چون که از لحاظ توانمندی، امکانات و جایگاه نیروها و قواها اصلا غیر مقایسه هستند و روسیه با یک آن میتوانه کاری رو انجام بده که دیگه نه از اردوغان خبری میمونه و نه از ساخت امروزه ترکیه. ولی به هر حال یعنی چی؟ یعنی مثلا روسیه میتونه از سلاح اتمی استفاده بکنه؟ این چجوری؟ به هر حال ترکیه کشور مهمی است آقای سفروف، عضو ناتو هست. حالا جدا از دولت آقای رجب طیب اردوغان، خود ترکیه، جمهوری ترکیه مورد حمایت غرب بوده و به نظر میرسه که فعلا هم در حال حاضر هست. یک مسئله ولی که پیش میاد آقای سفروف، این رو هم مطرح میکنن که میگن آقای پوتین از شرایط استفاده کرد در وضعیتی که رجب طیب اردوغان، حالا شما میگید به گفته شما به ناچاری سیاستش رو تغییر داد، در این شرایط که ترکیه با این وضعیت مخصوصا بعد از کودتا گرفتار اومد، از وضعیت استفاده کرد تا اینکه بتونه با ترکیه روابطش رو یک روابط یا یک روی کرده بسیار تازه و متفاوت با گذشته رو پیریزی کنه. در این مورد چی؟ به نظرم این فکری هست که از منطق دور نیست. وقتی که خودش با دست خودش آقای اردوغان وضعیت را به این حالت رسوند که کودتا در کشور ترکیه علیه ایشون داشت درست میشد، این یک حالتی بود که براحتی میشه واردی قضیه شد و ترکیه را از یک کشور دشمن به یک کشور نزدیک به خود و مدار سیاست خود تبدیل داد. واقعا میشه گفت که اگر آگاهی سرویس های روسیه نمی بود، کاملا مشخصه که امروز از آقای اردوغان خبری نمی بود و آقای اردوغان در همان روز به هلاکت می رسید. تنها خبر سرویس های روسیه بود که به اون به هر حال آگاهی دادن که در این ساعت ها قسمت و تقدیر ایشون داره حل میشه و باید این کار انجام بده.